فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدیم میکنیم دستگلهای از صلوات بر روح پاک خاتم پیغمبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و برگزیده ایشان. سلام یاران و همراهان بسیار محترم رسانه جهانی هادی، عرض درود و احترام و تسلیت داریم محضر یکایک شما بزرگواران در شب شهادت جانگداز حضرت زهرا سلام الله علیها. خدمتگزار شما عزیزان هستیم با برنامه به وقت بیداری. تسلیت عرض میکنیم این شهادت جانگداز، این شب غمناک را محضر آقا و مولای من حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما خوبان همراه، امیدوار هستیم که هر جا که هستید و در هر حالی که این برنامه را دریافت میکنید برای ما و همه خدمتگزاران خودتان در این رسانه جهانی دعای خیر داشته باشید. چهارشنبه شبی دیگر هست و افتخار داریم تا همچنان در محضر جناب استاد رمضانی باشیم. استاد عزیز سلام علیکم، تسلیت عرض میکنیم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما مجری محترم و همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم و از خداوند سبحان طلب میکنم در این شب شهادت به همه ما توفیق معرفت بیشتر اهل بیت به خصوص فاطمه زهرا سلام الله علیها را مرحمت بفرماید و بتانیم بیشتر از برکات و کلمات و سیره این معصومین استفاده بکنیم و در قیامت هم انشاءالله شفاعت اهل بیت فاطمه زهرا شامل حال همه ما و همه ما های باند بگردد انشاءالله. انشاءالله. بسیار تشکر جناب استاد رمضانی عزیز که همچنان چهارشنبه شبهای گذشته میتوانیم این شب هم از بیانات حضرت عالی استفاده کنیم، اما همانطور که عزیزان مستحضر هستن این شب برنامه ما مصادف شده با شب شهادت جانسوز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، تصمیم گرفتیم که امشب به صورت خاص و ویژه برنامه خاصه حضرت تقدیمشون کنیم. انشاءالله که از ما راضی و خوشنود باشن. شب شهادت هر کدام از اولیای الهی، هر کدام از ائمه معصوم علیهم السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی که مصادف میشه با برنامه های ما، سعی میکنیم که حال و هوای برنامه ما حال و هوای دیگری باشه و فرصتی باشه برای استفاده بیشتر از معارف اهل بیت علیهم السلام. من بیشتر از این پرحرفی نمی کنم استاد، شب شهادت هست، مقدمه داشته باشین بر موضوع، بر شب امشب، بر شهادت امشب و انشاءالله سوالاتی که آمده کردیم از محضر شما خواهیم پرسید. بله، خب من به عنوان مقدمه عرض میکنم که یکی از شخصیت های عالم هستی که میتونیم بگیم عالم هستی به خاطر این شخصیت ها خلق شده. در حدیث شریف کسا داریم که خداوند آسمان ها را آفرید، زمین را آفرید، خورشید را آفرید به خاطر اهل بیت علیهم السلام، که یک بحث بسیار مفصلی داره. خب وقتی یک شخصیت با عظمت معصوم از دنیا میره یا شهید میشه، جا دارد که انسان ها در رسای اون شخصیت عزاداری بکنن و از همه مهمتر اینه که آن شخصیت را به عنوان یک الگو در زندگی خود قرار بدن، به کلمات و بیانات آن معصوم توجه بکنن، به سیره عملی آن معصوم توجه بکنن، به خاطر اینکه کلام آنها نور است و انسان در این دنیایی که تاریکی ها همه جا را فرا گرفته، اگر با نور کلمات اهل بیت معصومان حرکت بکنه، میتونه زندگی خودش نورانی بسازه، خانواده خودش نورانی بسازه، افکار خودش نورانی بسازه و جامعه خودش نورانی بسازه. صرف نام بردن از معصومان جدای از اینکه خیلی او عظمت داره، ثواب داره اینا، ولی هدف مهم از برگزاری مراسم هایی که می شود و ذکر اهل بیت که می شود به خصوص فاطمه زهرا سلام الله علیها اینه که ما
از سیره اهل بیت، از سیره زهرا سلام الله علیها، از کلام حضرت بهره بگیریم و در زندگی خود اونها را به کار ببریم. من پس بنابراین فکر میکنم که در این شب ما یک بحث مطرح بکنیم که کاربردی باشه، که کلام حضرت را بیان بکنیم. و وقتی ما یک روایت داریم که اهل بیت فرمودن کلام ما را به انسانها بیان کنیم، توضیح بدین، اگر انسانها زیبایی های کلام ما را بفهمن از ما پیروی میکنن. پس بهترین راه معرفی اهل بیت علیه السلام به جهان بشریت در عصر حاضر همه اعصار اینه که ما کلام اهل بیت توضیح بدیم، به شیرینی کلام اهل بیت اول خودمان بچشیم، در زندگی خود پیاده کنیم، بعد این شیرینی و این گل را به بقیه هدیه کنیم. بسیار تشکر. انشاءالله که همونطور که حضرت عالی فرمودید، در لحظه لحظه زندگی ما این حلاوت، این شیرینی کلام معصومین اهل بیت، معصومین و اهل بیت علیهم السلام جاری باشه و در واقع ما احساس کنیم که زندگی ما بر اساس فرمایشات حضرات در واقع چیدمان میشه، برنامه ریزی میشه. و همونطور که حضرت عالی فرمودید، موضوعی که امشب انتخاب شده، احکام، فلسفه احکام در بیان حضرت زهرا سلام الله علیها هم میتونه بسیار مفید باشه. اما قبل از اینکه به صورت جزء و به صورت موردی وارد بحث شویم، میخوایم در به صورت کلی یک سوال از حضرت عالی داشته باشیم، این که فلسفه احکام در دین چی هست؟ آیا احکام ظاهری قانونمند به دین میته؟ ظاهری مقید شده؟ شاید ما دست و پای ما گاهی اوقات بسته شده میبینیم وقتی که در مقابل احکام قرار میگیریم. چه فلسفه‌ای داره استاد؟ بله، خب من قبل از این سوال شما یک وسیع‌تر این سوال رو مطرح میکنم، شاید به دید بیننده های محترم هم باشه، به ذهن بیننده های محترم، که اصولا فلسفه خلقت چی بوده؟ فلسفه خلقت انسان ها بنابر برخی از روایات و آیاتی که در قرآن شریف هست ای بوده که انسان ها به سعادت برسن، سعادت ابدی، و از رحمت بی‌منتهای خداوند به طور ابد استفاده کنن. به عنوان نمونه در سوره مبارکه هود میخوانیم که آیه 119، الا من رحیم ولی ذالک خلقهم، مگر آن کسی که خداوند به او رحمت کند و به خاطر همین رحمت انسانها را آفریده. خب ای که انسانها به رحمت ابدی برسن، به لطف بی پایان خداوند برسن، از طریق همین دنیا باید تأمین بشه. راه رسیدن به این سعادت ابدی برنامه می طلبد، یک راهکار می طلبد. این را دین نام گذاشتن. این دین سه تا شاخه دارد، اعتقاداتی دارد، اخلاقیاتی دارد و احکامی دارد. احکام همون برنامه عملی هست، برنامه عملی که انسان بر اساس عمل کردن به فرامین خداوند به همون خط سعادت راهنمایی میشه و مسیر خودش پیدا میکنه تا به اون رحمت ابدی که فلسفه خلقت برسه. پس فلسفه احکام به طور کلی اینه که انسان ره به هر چه صلاح و خیر است راهنمایی کنه و از هر چه فساد و شر و تاریکیه دوری بکنه، انسان ره در خط مستقیم قرار بده تا به رحمت بی‌منتها به فضل خداوند در پرتو عمل به این احکام برسه. بله، بسیار تشکر. همراهی بسیار مهربانانه عزیزان با برنامه امشب در شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار درخشان خواهد بود تا ای که تا آخر برنامه با ما باشند، چون میخواییم که از بیان حضرت زهرا سلام الله علیها استفاده کنیم در بخش های مختلف احکام. استاد، در فلسفه احکام نماز از بیان حضرت زهرا سلام الله علیها چی میتونه باشه؟ بله، مراد از فلسفه احکام میره توضیح بدون برای بیننده های محترم، یعنی در حقیقت علت یا بگیم حکمت که چرایی، چرا خداوند متعال نماز را واجب کرده، چرا مثلا روزه را واجب کرده و سایر احکام. پس فلسفه احکام منظور ما او حکمت و او چراییه، این حکمی که خداوند برای ما او را واجب کرده یا حرام کرده. در ارتباط با سوال شما که فلسفه نماز در بیان حضرت زهرا سلام الله علیها چیه،
یک خطبه بسیار قرا به یک حدیث بسیار شریف از وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده. در این خطبه حضرت بخش های مختلفی را بیان میکنند. یکی از این بخش ها فلسفه احکامه. این خطبه شریف در کتاب های مختلف نقل شده، از جمله در کتاب شریف بلاغات النساء که ابن تیفور ایره نوشته و در کتاب شریف احتجاج بهار و کتاب های دیگه که حدیث شریف نقل شده. عزیزانی که باز خواستن مراجعه بکنن، مثلا در بلاغات النساء در صفحه 28 این حدیث آمده، طولانی صفحات بعده، در احتجاج در صفحه 99 جلد 1 آمده و در کتاب شریف بهار جلد 29 صفحه 223. حضرت در قسمت نماز سخن بسیار زیبایی دارند. بفرمایند که و صلات تنزیها لکم عن الکبر، نماز را خداوند برای شما آدمیان واجب کرد به خاطر پاکی شما از کبر. من یک توضیح بدم، چقدر فرصت داریم این بخشه؟ حدودا یک دقیقه. خب من توضیح مختصر میدم، اگر باز نشد در قسمت بعدی، چون خیلی ظریفه این قسمت. ببینید، انسان در معرض انواع بیماری ها هست. بیماری های جسمی که خوب میبینیم، مشکلات جسمی، پادرد، کمردرد، مثلا کلیوی، قلب، و بیماری های روحی. و بیماری های روحی به مراتب خطر اونها از بیماری های جسمی بیشتره و مهلکتره. حتی یک دونه از اونها کافیه که انسان را به هلاکت برسانه. در بین بیماری های روحی که بسیار خطرناک است، یکی از اون بیماری های شدید بیماری کبر است. یعنی خود را بزرگ دیدن و دیگران را کوچک دیدن. خداوند سبحان چون این بیماری مهلک را میدانست که انسان گرفتار اون میشه، چیزی برای انسان قرار داد که این را کنترل بکنه و این بیماری را علاج بکنه. در مذمت بیماری کبر همینقدر بس که شیطان که به تعبیر نهج البلاغه شریف 6000 سال عبادت کرده بود، با کبر یک لحظه تمام اعمال خودش را از دست داد و از درگاه خدا برانده شد. یعنی کبر اینقدر با انسان و اعمال نیک انسان تضاد داره. پس خداوند نماز را ایجاد کرد تا انسان به این بیماری کبر گرفتار نشه. چی رقم؟ در شبان روز افطار کرد، نماز که واجب فرمود، در هر نمازی دو رکعت، در هر به تعبیر رکعتی دو تا سجده واجب فرمود که 34 تا سجده میریم. عالی ترین و شریف ترین اعضای خودش انسان در هر نمازی بر خاک می نهد و این تواضع هست که خدای تو بزرگی، من کوچکم. یه توضیح داره انشالله باز درست میکنیم در بخش دوم انشالله. در ادامه گفتگو در محضر شما خواهیم رسید. همچنان با شما هستیم با برنامه به وقت بیداری در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. پرستوی مهاجرم چرا زلانه می روی؟ اگر زلانه می روی چرا شبانه می روی؟ قرار من شکیب من مهاجر غریب من، فدای غربتت شوم که مخفیانه می روی. حیات جان امید دل
علی بود ز تو خجل که با کبودی بدن ز تازیان میروی کبوتر شکست پر کبوتر شکست پر مرا به هم رهت ببر چرا بدون جفت خود ز آشیان میروی چهار طفل خون جگر زنن در غمت بسر تو بر زیارت پدر چه عاشقان میروی علا بروخ نشانت مگر شکستشانت که موی زینب این خود نکردشان میروی نکردشان میروی همای بی ترانم همای بی ترانم چرازی آشیانم بکوی بی نشان خود پر از نشان میروی فتاده بر دلم شرر که تو در این دل سحر فتاده بر دلم شرر که تو در این دل سحر ز همسرت غریب تر برون ز خانه میروی برون ز خانه میروی صلی الله علیه یا فاطمه الزهراء یا سیدت نساء العالمین. همچنان با احترام محضر یکایک شما بزرگواران در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در برنامه به وقت بیداری خدمت رسانی میکنیم. مثبت 964 780 255 4013 در خدمت شما عزیزان هست. ای پل ارتباطی آشنا هست، همیشه از این طریق با ما در ارتباط هستید. باز هم ارتباط ادامه دار داشته باشید انشاءالله که پیام های شما، عرض تسلیت های شما، تشکری های شما از کارشناسان محترم و انتقاد هایی که از بنده و همکارانم دارید حتما مثمر ثمر خواهد بود. بعد از دیدن و شنیدن مرثیه بسیار زیبا توسط یکی از مداحان کشور عزیزمان افغانستان به ادامه برنامه نظر شما را جلب میکنیم. جناب استاد رمضانی عزیز، در بخش اول در مورد چیستی، چرایی و علت واجب شدن نماز از بیان حضرت زهرا سلام الله علیها از شما سوالی پرسیدیم و مطلب مان تا بخش دوم که از شما بشنویم. اشاره شد در قسمت قبل که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌فرمایند خداوند نماز را واجب فرمود به خاطر ای که شما آدمیان را پاک بسازد از کبر. و وقتی نگاه میکنیم حقیقت مطلب اینه که تمام بدبختی هایی که به سر انسان آمده از اول خلقت، از اون زمانی که حضرت آدم را خدا آفرید و دشمنی شیطان به حضرت آدم شروع شد، با کبر شروع شد. وقتی خداوند به شیطان به ملائک فرمود سجده کنید، تکبر کرد، خودش برتر دانست. به این در طول تاریخ دردیست که گرفتار فرزندان حضرت آدم شده و شیاطین جن و شیاطین انس. اگر فرعون در برابر حضرت موسی ایستاد، اگر ستمگران در برابر انبیا استادن، اینا همه از سر همو کبر است. و خداوند ای داروی شفا بخش به نام نماز قرار داد، به شرطی که انسان با معرفت نماز بخونه. چون امکان داره یک شخصی خدایی نکرده به ظاهر ریاکاری بکنه نماز رو بخونه، ولی او حالت تکبر هم مقداری در او باشه.
پس به میزانی که انسان از تکبر دوری بکنه در حقیقت به عمق نماز رسیده. وقتی انسان به حقیقت نماز رسید و به تعبیری خودش کوچکری دید، وقت نعمتهای خدا را میبینه، میبینه که خیلی در برابر خدا بدهکاره. ما به نام نعمت فهمید هر چه داره از خداست. وقتی فهمید هر چه داره از خداست، چشم او، گوش او، دست او، زبان او، تمام اعضا و جواره، عقل و فکر او، مال و دارایی و فرزند او، همه از آن خداست، ای در برابر خدا مطیع میشه، میگه خدای هر چه تو بفرمایی، حالا که همه چیز از توست به بنده مطیع تو هستم. پس حضرت فرمودن ای نماز را خداوند به خاطر واجب کرد که این صفت کبر از شما دور بکنه. بله. بعد از نماز استاد در مورد فلسفه واجب شدن روزه از نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما سخن بفرمایید. بله. در همون حدیث شریفی که خدمت شما در جلسه قبل، در قسمت قبل عرض کردم، در فراز دیگری بفرمایند که و صیام تثبیتا للاخلاص، خداوند روزه را بر شما آدمیان واجب نمود به خاطر ای که در وجود شما اخلاص را ثابت و ماندگار بسازه. ماندگار بسازه. یک نکته بسیار مهمی که در زندگی انسان خیلی کارساز هست بس اخلاصه. یعنی اخلاص آنقدر مهمه جناب ناصری که اگر آدم به اندازه یک کوه عمل داشته باشه، صدقه بده، خیرات بده، ولی برای خدا نباشه، او در نزد خداوند به اندازه یک کاه ارزش نداره. ولی اگر به اندازه یک کاه سبک کم در راه خدا به خاطر خدا، رضای خدا، یک کار خیر بکنه، با نیت خالص صدقه بده، دست یتیمی رو بگیره، کمکی بکنه، به پدر مادر کمک بکنه، به همسر کمک بکنه، هر کار خیری، ولی برای رضای خدا باشه، او در نزد خدا از کوه ها ارزشمندتره. خب این چه رقم خداوند در نهاد انسان، چون خیلی اخلاص مهمه، یعنی شرط قبولی عمل خلوص نیته. بله. یعنی انما الاعمال بالنیات، اگه ما نیت ما در رفتن به جهاد، در رفتن به کار خیر، در هر کاری ای که مردم تشویق بکنن یا مردم ببینن که ریا باشه، خدا میگه به شریک نمیپذیر، کل عمل مال همون کسی که برای او انجام دادی. خلص العمل فان الناقده بصیر بصیر، عمل استمیر فرمودن عمل را خالص کن که او کسی که عملها را بررسی میکنه خیلی بیناست، از عمق وجدان و ضمیر ما آگاه که ما چرا این کار کردیم، گوشه دل ما به کی بود، خدا بود یا مردم. در هر حال چه رقم خدا این اخلاص در ما تثبیت بکنه، فاطمه زهرا فرمودن از طریق روزه. چرا؟ به خاطر ای که روزه یک عملی هست که کسی خبر نمیشه، و وقتی راه میریم کسی میبینه، وقتی نماز میخونیم کسی میبینه، زکات میدیم کسی میبینه، جهاد میریم کسی میبینه، حج میریم میبینه، ولی وقتی روزه میگیریم هیچ کی خبر نمیشه، چون خودمون نگفته باشیم. الان اگه یک کسی از کدام رد بشه نفهم که گرسنه است یا تشنه است یا سیر است. اینه که میگن سیر از گرسنه خبر نداره، به خاطر همینه. بله. وقتی انسان روزه میگیره فقط مد نظر او خدا میباشه، چون به خاطری که به کی، به تعبیری به کسی که نشان و ارائه نمیده، چون کسی متوجه نمیشه. پس این تمرین اخلاص که خدایا فقط به خاطر تو آب در دسترس هست، نان در دسترس هست، خوراکی ها هست، ولی من نمی نوشم، نمی خورم به خاطر رضای تو، این تمرین میکنه که کم کم در تمام اعمال خودش اخلاص رو بخرج. و ای که انسان از حال فقرا هم خبر میشه، او کمکش هم خالصانه باشه، چون میگن که روزه را که انسان میگیره از حال فقرا خبردار میشه، او کمکی هم که خالصانه باشه در او کمک منت نخواهد بود، تشکر هم نخواهد بود که بگه به من تشکر نکردن. همون که حضرت امیر فرمودن انما نطقمکم لوجه الله،
لا نورید و منکم جزا ولا شکورا. این میشه او اطعام خالصانه. پس این فلسفه وجوب روزه تثبیت اخلاص شد، تثبیت اخلاص. و در واقع هر عملی که ما بعد از اون اخلاصی که در ما ثابت شده، اخلاصی که در ما ماندگار شده، بله. لفظ بسیار ارزشمندی که به کار بردین، در واقع برای ما دیگه او اعمال بعدی تحت شوهای همین اخلاص قرار میگیره. و در واقع ما اگر کوچکترین کمکی بنزه پرکاهی همونجور که حضرت علی فرمودید به فقیری کمک میکنیم، این دیده میشه. ولی ممکنه ما با جهد فراوان، با تلاش فراوان، ولی حالا متاسفانه شاید ریاکارانه کاری را انجام بدیم، به اندازه پرکاهی ارزش نداشته باشه. اگر اجازه بدین ادامه گفتگو رو در بخش بعدی در محضر شما باشیم. انشاءالله. سلامت باشین. دوستان عزیز، قبل از اینکه وارد بخش سوم شویم و میان برنامه رو ببینیم، از شما میخواییم که در فضای مجازی هم حتما ما رو دنبال بفرمایید. آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب در اختیار شما هست. میتوانید عناوین برنامه های مختلف رسانه جهانی هادی و مخصوصا برنامه به وقت بیداری رو سرچ کنید و پیدا کنید و خودتان هم بیننده باشید و عزیزانتان، کسانی که علاقمند هستند به این قبیل موضوعات هم پیشنهاد بتین تا اینها هم ببینند و دنبال کننده باشند. در خدمت شما هستیم در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اللهم صل على محمد المصطفى ومحمد المهدي زنی از خاک، از دریا قدیمی تر، زنی از هاجر و آسیه و حوا قدیمی تر، زنی از خیشتن حتی از اعتینا قدیمی تر، زنی از نیت پیدایش دنیا قدیمی تر. بعد از شنیدن و دیدن حدیثی بسیار زیبا از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، در بخش سوم ویژه برنامه به وقت بیداری در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در محضر شما هستیم. ادامه میدیم گفتگوی ما با جناب استاد رمضانی است. استاد عزیز، در مورد فلسفه و چرایی واجب شدن حج در واقع بر ما کمی از بیان حضرت زهرا سلام الله علیها بفرمایید. بله، من این نکته خدمت شما عرض میکنم که تک تک این فلسفه ها و احکامی که گفته میشه در حقیقت ساعت ها بس لازم داره که اینها بیان بشه، موشکافی بشه، ولی به خاطر ای که ما دوست داریم یک مقدار بیشتر از شیرینی کلام فاطمه زهرا سلام الله علیها در کام بیننده های محترم گسترش پیدا بکنه و ارائه بشه و لذت بیان حضرت رو بچشیم، به خاطر این یک چند تا نمونه دیگه اشاره میکنم. وگرنه خب یه هر کدام از اینها بسیار جای بحث داره. اما در ارتباط با فلسفه حج، در همون حدیث شریف حضرت در فراز دیگر میفرمایند والحج تشییدن للدین. خداوند سبحان حج را واجب فرمود به خاطر اینکه دین را تقویت کند، دین را شوکت بدهد، دین را عظمت بدهد. این نکته ظریف من دوست دارم که بیننده های محترم دقت بکنن. ببینیم در هیچ آینی نیه که یک همچنین اجتماع با عظمت، اجتماع نورانی در هر سال جمع بشن، فقیر و غنی،
با آرزو، با عشق، با عشق، پای برهنه پیادگان زمانهای قدیم که با شطور با پیاده بودن. سالها در صفن که این نام بنویسن بتانن برن. جوانها آرزو دارن، پیرمرد آرزو دارن. این در کدام دین هست؟ نیست در دینهای دیگه، ندارن. خب از اون طرف وقتی غیر مسلمان ها شوکت و عظمت میبینن، از طمع کردن در نابودی این دین منصرف میشن، میگن نمیتونه. نکته دوم، در حج یک رنگی است، همه لباس سفید، یا به تعبیر همون دوتا لباس که بر دوش و بر کمر میبندن. وحدت است، به این یک رنگی و وحدت عامل تشدید دینه، یعنی عامل محکم سازی دینه. یعنی مسلمان اگر دوست داری که دین محکم بشه، باید یک رنگ باشی، باید متحد باشی. و ما از حج این رو میفهمیم. پس حج میشه عامل محکم کردن دین. خدا یک چیزی در بر اسلام قرار داد، یک پشتوانه، یک ستون قرار داد که این کمر خم نکنه، یعنی محکم کرد این دین رو تا قیامت. چی دقیقا؟ با همین عمل عبادی که همه دوره و خانه برن، یک جهت به یک قبله نماز بخوانن، یک دست، یک رنگ و وحدت داشته باشن. و این شرطش اینه که وقتی هم برمیگردن همو فضا و معنویت حجره در کل جامعه عطرش پخش بکنن و وحدت و برادری خودشان رو حفظ بکنن. بله، در واقع حج قوی ترین نمایش عمومی دینداران اسلام هست و در واقع ما با حج خودمان هم به خودمان ثابت میکنیم، هم به دیگران. اگر بخوایم کمی سریعتر پیش رویم با توجه به دقایقی از برنامه مانده، در مورد فلسفه واجب شدن جهاد از نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها بفرمایید. بله، خب در همو بیان شریف در فراز دیگر حضرت نسبت به جهاد میفرمایند والجهاد عزا للاسلام. خداوند متعال جهاد را که واجب فرمود به خاطر نفوذ ناپذیری اسلام. این نکته را من دوست دارم بیشتر ایزان دقت بکنن. ببینید، از این بیان فهمیده می شود که اصل جهاد برای دفاع هست، نه برای حمله کردن. بله، یعنی اسلام دین صلح و سازش و آشتی است، نه دین تجاوز و حمله گری و غارت گری. پس چرا جهاد واجب کرد؟ از یعنی منع، به خاطر ای که اسلام قوتی داشته باشد که از تجاوز دیگران منع بکنه، نفوذ ناپذیری، سرسختی. بله، ماشاءالله در قرآن شریف هم هست که واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تا میتونید قوتتان زیاد بکنید، قوی بشید که دشمن طمع نکنه به دارایی شما، به مملکت شما، به ناموس شما، به ذخایر دارایی معدنی شما و حتی به دین شما. این جهاد انجام میده. خب یک نکته ظریف دیگری هم هست که اگر پس جایی بین مسلمان ها جنگ های رخ داد که باعث عزت اسلام نشد، او جهاد گفته نمیشه. این سخن خیلی نکته ظریفیه. گفتن والجهاد عزا للاسلام. اگر یک گروه را بفتن، اینا بین خود مسلمان ها جنگ را بندازن، آیا این باعث عزت اسلام میشه؟ نمیشه، این باعث ضعف اسلام میشه. بله. خدا که گفت جهاد آنقدر ثواب داره و آنقدر مهمه، یک دژ در برابر غیر مسلمان ها قرار داد، باعث نفوذ ناپذیری دیگران که از اسلام را آسیب بزنن. خب اگر پس بین خود مسلمان ها جنگ بشه، یک گروه به تعبیر اسمش هم جهاد بگذاره، مسلمان ها را بکشه، این جهاد نیست به فرموده فاطمه زهرا. چون باعث عزت اسلام نمیشه. او جهادی جهاد است که باعث عزت اسلام در برابر کسانی که با اسلام مخالفن و در پی از بین بردن اسلامن. ای به این خاطر بوده که اسلام را یک دین نفوذ ناپذیر قرار بده
که تا قیامت احکام شریف او بمانه. بله. استاد در مورد زکات حضرت چه نظری دارن؟ چی میفرمایند؟ بله. نسبت به زکات در همو بیان شریف میفرمایند که و زکات تزکیه للنفس و نماء للرزق. دو تا فلسفه نسبت به زکات حضرت بیان فرمودن. اول فرمودن که به خاطر ای که نفس شما را رشد بدهد. خیلی زیباه. پس نفس هم قابل رشد هست. بله، روح و جان انسان رشد کنه. ببینید، گفتیم که انسان در معرض انواع بیماری های روحی قرار داره. یکی در قسمت قبلی گفتیم کبر بود، یکی از بیماری های مهلک حرص و بخله. حرص و بخل، انسان بخیل باشه، به دیگران نبخشد، ای به خودش جمع بکند. اسلام زکات را قرار داد تا این روح بخل و حرص از جان انسان کنده بشه، چون بخل یک بیماریه، آنقدر پلید است که در امتهای قبل باعث کشت و کشتار میشد. پس فرمود ای خداوند بر شما واجب کرد تا جان خود را پاک بسازید. از چی؟ از بخل و از حرص. به چی متصف بشید؟ به سخاوت، که عالی ترین صفته. دوم، ای که جان انسان پاک میشه، رشد میکنه، روح انسان قوی میشه، از تعلقات دنیا روحش آلوده نمیشه به تعلقات دنیا. دو، باعث رشد میشه، رشد رزق. چی رقم رشد رزق میشه؟ یک، رشد در رزق خود کسی که زکات پرداخت میکنه. ما روایت داریم که وقتی که انسان ها زکاتشون رو بدن، باران به موقع میبارد. رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن ما منع قوم از زکات الا حبس القطر. زکات قومی منع نکردن مگر ای که قطرات باران حبس میشه، گرفته میشه، به موقع نمیباره، یک وقتی میباره که خرابی به بار میاره. البته خب ای که باران نمیایه، گاهی علتهای دیگری هم داره، ولی یکی از علت اینه. پس خود کشاورزی که زکات میده، خود کسی که دارایی که هست میده، رزق خودش هم زیاد میشه، ثروت او بیشتر میشه. خدا هم فرمود که من جاء بالحسنه فله عشر امثاله ها، کسی که کار خوب بکنه ده برابر به او خدا در همین دنیا پاداش میده. دو، رزق فقرا زیاد میشه. خب فقرایی که در جامعه هستن، اینا سفره اونا پر رنگ میشه، به بهره میرسن. سه، رزق کل جامعه زیاد میشه. چه رقم؟ با همی که برکات در جامعه زیاد میشه. ببینیم حال در همی بحث مسئله جرم شناسی و حقوق مطرحه که بسیاری از مفاسد به خاطر فقره. یعنی اگر سرقت، اگر خدای نکرده کلاهبرداری و رشوت، اگر بسیاری از زورگویی ها و آدم ربایی ها هست، اینا ریشه در فقر داره. اگر حداقل نیازهای مردم و بحث نیازسنجی هم یک بحث مفصله که نیازها رو به هشت گروه تقسیم میکنن، نیازهای اولیه، ثانوی، نیازهای اولیه که هم مسکن هست و غذا هست و تامین سرپناه هست، اینا امنیت، نیازهای اولیه یک بشر تامین بشه، بسیاری از این مفاسد جمع میشه. بله. وقتی جمع شد، آرامش در جامعه پیدا میشه و این همه خرجی که صرف پلیس میشه و صرف مأمور میشه و صرف نیروی انتظامی میشه و بعد زندان و خیلی گرفتاری های به وجود میاد و باز تخریب هایی که میشه، باز اینا جبران بکنه انسان و سرمایه هایی که هدر میره به خاطر ناامنی ها، اینا همینه که دیگه رشد نمیکنه رزق انسان. ولی وقتی زکات کارش، یک کارش همینه که وقتی دردها و فقرها را تا حد جبران میکنه، پس زمینه بسیاری از آفتها و آسیبهای اجتماعی را میگیره. بله استاد، یک دقیقه وقت. بله. و باعث ارشبت خدمت شما رزق دولت هم میشه، چون دولت هم هزینه هایی که برای کنترل جرم باید بکنه، دیگه او هزینه رو صرف آبادی مملکت میکنه. بله. پس به فرموده فاطمه زهرا سلام الله علیها
که جان من و جان عالمیان به فدای حضرت، اینه که اگر انسان به حقیقت عمل بکنه به احکام الهی، احکام الهی شاید به نظر برسه کمی دست و پاگیره یا خب زحمت برای انسان، ولی وقتی انسان به عمق این احکام پی ببره با چی رقم؟ با شنیدن کلمات اهل بیت، فلسفه و علت و حکمت این احکام رو یاد بگیره، میبینه اگر واقعا این احکام عمل بشه جامعه جامعه نورانی میشه و وجود مقدس امام زمان که تشریف میارن، فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام زمان چی رقم جامعه رو پر از عدل داد میکنن با همین احکام. این احکام رو واقعا در جامعه پیاده میسازن و مردم هم او آمادگی رو پیدا میکنن. امیدواریم که انشالله ببینیم او زمان رو و در رکاب حضرت باشیم انشالله. بسیار تشکر استاد، استفاده بردیم. انشالله که در چهارشنبه شبهای دیگر هم بتوانیم از محضر شما در برنامه استفاده کنیم. تشکر. شما رو خداوند بزرگ میسپاریم. با شما عزیزان بودیم در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. تقدیم میکنیم برنامه را به ساحت نورانی آقا و مولایمان حضرت صاحب الامر و زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. التماس دعای خیر داریم و شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم و با صلوات بر محمد و آل محمد برنامه را به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.